ماه مبارک رمضان برای همه مردم ایران و مسلمانان جهان آرزوی موفقیت و بدون گل مساوی در مجموع فعلا بازی 3-2 به نفع الجزیره است. پرسپولیس فقط یه برده یک هیچ میخواد تا به مرحله یک چهارم صعود بکنه. بروی دروازه، فرصت هست و توی به تیر دروازه میخوره و بر میگرده. آقای کائی از چین پرچم میزنه به نفع پرسپولیس. دوباره بروی دروازه، باز فرصت برای پرسپولیس، این بار برای وحید امیری که روی پاش جفت جور نشد. نوراللهی و امیری باز هم همون نقشه دوباره قبل رو دارن. این بار وحید میزنه، بلندتر میزنه برای ضربه شجاع خلیلزاده. پرتاب برای پرسپولیس خواهد بود. ماهینی میاد تا بلند بره. احمدزاده صاحب تو، فرصت برای او در محوطه جریمه، فرصت برای پرسپولیس، به سمت دروازه. نظر داور چیه؟ نظر داور نعمتی، چرخش خوبی داشت. فرصت برای امیری، حالا برای شوت از راه دور احمد نوراللهی. نعمتی دوباره برای انصاری، حالا یک دو انجام میشه، دو نفر از پرسپولیس اونجا هستن. امیری میزنه، فرصت برای پرسپولیس، ضربه پرسپولیس. این بهترین فرصت برای پرسپولیس و احمد زاده بود. یک دقیقه از این دوم میگذرونیم. برو دروازه، یه فرصت برای پرسپولیس و اولین کورنر در نیمه دوم هم سانترا کیفیت بهتری پیدا کرده. نوراللهی، احمد خودش ثابت توپ، ضربه رو میزنه، فرصت برای احمد نوراللهی. اعتقاد به کورنر دارن اما داور چنین نظری نداره. هر چقدر رو به استرس ببرن، هر چقدر در فشار بازی گم بشن به ضررشونه، با آرامش و با حوصله و تدبیر فرصت دارن الان پرسپولیسا که به گل برسن. فرصت دارن که به گل برسن و یک کورنر به دست میاد. روی محوطه جریمه خواهد فرستاد، یه ضربه سر. عجب ضربه ای بود و عجب توپی بود که میتونست دروازه رو باز بکنه. خلیلزاده یه پاس قطفی بلند میندازه، فرصت خوبی ایجاد میشه، فرصت برای گل پرسپولیس. موقعیت هست، باید زده رو محکم بزنه و باز هم توپ بر میگرده و دروازه باز نمیشه. یه حمله دیگه به این دروازه، فرصت و این بار هم باز هم علی خسیف توپو میگیره. همه ذخیره های پرسپولیس پشت دروازه این تیم دارن گرم میکنن خودشونو. هنوز دستور تعویض صادر نشده. یه حرکت خوب، نعمتی هنوز پا به تو. داور رو ببینیم که هیچ نگاهی به نقطه پنالتی نداره. البته نعمتی هم خیلی با تعلل حرکت کرد. دوباره حالا ماهینی، احمدزاده، محرمی، صادق خوب حرکت میکنه، حالا باید سانت بکنه. سانتش هم خوبه، ضربه رو هم میزنن. یه بار دیگه فرصت بر میگرده تو، مفتاح بر میگردونه. یه بار دیگه فرصت برای یاران پرسپولیس، ضربه از راه دور، توی دروازه یه گل با شکوه میزنه احمد نوراللهی. چه میکنه در آزادی؟ اقتدار و قدرت پرسپولیس رو به رخ حریف میکشه احمد نوراللهی. از اول بازی منتظر شوتای احمد بودم، واقعا عالی میزنه احمد نوراللهی. حالا یا تعویض انجام خواهد شد یا نه؟ یه گل واقعا دیدنی. دروازه‌بان هیچ کاری نتونست بکنه، انقدر محکم، انقدر خوب، انقدر دقیق و انقدر با شکوه زد که گلر خوب اماراتی ها هم تسلیم شد. احمد نوراللهی نور به ورزشگاه آزادی میاره. نگاه کنید، در نظم و امنیت فوق‌العاده ورزشگاه حالا شور و شادی و شعف فراوانی هم به پاس. این ضربه زیر طاق دروازه با پای راست، یار 40 محمد عمر که خوبم بازی کرده در میدان، مبخوت یه پاس تو در میندازه. فرصت برای تیم الجزیره است، یه موقعیت خطرناک ایجاد میشه و بلافاصله مدافعان پرسپولیس برمیگردونن. باز هم ادامه داره این حمله خطرناک، این فرصت و بیرانوند که تمام میکنه کار رو. حالا اونها بهتر بازی میکنن و جلو میان. مبخوت یه موقعیت برای تیم الجزیره و توی دروازه، هرچند هنوز فرصت زیادی
باقی است. 20 دقیقه فرصت دارید و پرسپولیس ها موقعیت برای گل دارن. نگاه کنید بازیکن تازه تعویضشون پاس داد و روماریو شوت زد و توپ گل شد. دو شوت زیبا از دو بازیکن خوب دو تیم، یک احمد نوراللهی، گل دوم هم روماریو. 1-1 مساوی. هنوزم پا به توپ، علی پور، بشار، حالا اونها بهتر، باسم بشار در منطقه خطر به سمت دروازه، همه فریاد میزنن پنالتی به جز داور که نزدیک به صحنه هم بود. بوسوفا من فکر میکنم بازم زد پای بشار رو، یا شماره 50 به نام محمد جمال. نگاه کنید سفر سانت داره بشار، دروازه هم میفرسته، ضربه سر و دروازه بان توپو میگیره علی خسیف. از اون گل های دقیقه آخری لازم داریم تا ورزشگاه آزادی بترکه از شور و هیجان. ببینیم این اتفاق میفته یا نه، احمد پاس گل میده یا نه. دروازه، فرصت، یه موقعیت دیگه، توپ بر میگرده باز هم یه فرصت، گودوین منشا، مشت عالی علی خسیف، مبخوت، باسم بر میگرده. ضمن اینکه شان مصلح هم میخواد برای پرسپولیس به بازی بیاد. احمدزاده، بازی ادامه داره، احمدزاده میتونست بزنه، چرا صبر کرد، چرا مکس کرد، داور بازی رو ادامه داده بود. خیزه جانانهی به سمت توپ خواهند داشت. یه ضربه سر و خسیف، توپ به کورنر میره. اگه داور منصف باشه میشه چیزی حدود 5 دقیقه وقت اضافه بگیره، حداقل 4 دقیقه میتونه بگیره. یه ضربه سر دیگه، فرصت برای پرسپولیس، ضربه توی دروازه، جلال حسینی، سید جلال چه گلی میزنه، سید جلال چه گلی میزنه. کاپیتان دود بر کاپیتان، آفرین کاپیتان، فرو میریزه دروازه رو و حالا پرسپولیس در 1/4 نهاییه. برانکو خوشحاله، همه خوشحالن، ایران خوشحاله، پرسپولیس 2-1. چه گلی میزنه سید جلال، همین که اومده بود جلو تا نتیجه رو عوض کنه، نشان از قدرت روحی او، نشان از قدرت تاکتیکی و فهم تاکتیکی او داشت. آفرین سید جلال، چه گلی میزنه، در چه دقایقی گل میزنه. و کریم باقری رو ببینید، چه لبخندی میزنه کریم. نگاه کنیم صحنه رو، اینقدر سانس میکنه پرسپولیس تا بالاخره به نتیجه برسن. دفاع برمیگردونه، سید جلال توی دروازه جا میده، گلر هم فقط تماشا میکنه. یه بار دیگه جشن و شادی در پایان ماه شعبان به ورزشگاه آزادی برمیگرده. ضربه رو میزنن، آخرین فرصت ها برای الجزیره، خطرناک این تیم. روماریو، مبخوت، صالح، مبخوت، ضربه رو میزنه، مبخوت، خطرناک بود و یه واکنش عالی دیدیم از میلان بند.